آغاز سال تحصیلی 1400-401 مدرسه فرهنگ پسرها و دخترهای کلاس اولی. به افتخارشون دست بزنید بچه ها. موج جدید ورود مهاجران از افغانستان به ایران بعد از تسلط طالبان بر این کشور مدت هاست آغاز شده و به دنبال آن تعداد دانش آموزان بدون مدرک شناسایی و نیازمند به آموزش هم افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیش از 500 هزار دانش آموز اتباع در مدارس دولتی ایران در حال تحصیلند. مدرسه فرهنگ در تهران یکی از مدارس ویژه اتباع است که برای دانش آموزان مهاجر و بدون مدارک هویتی آخرین راه ادامه تحصیل محسوب می شود. بچه که اینجا میان دیگه بچه هم که مالو به دلیل مشکلاتی که دارن نمیتونن در جای دیگه نامنویسی بکنن. بچه ها خیلی از راه های دور میان، مثلا این صبح از باقرآباد اومده بود، از نمیدونم ربات کریم اومده بود، از میدان امام حسین میاد، از نظام آباد میاد، مثلا بچه ها از تهران نو اومدن و از جاهای مختلف ثبت نام میکنن، چون اینجا مدرسه ندارن، نتونستن به خاطر مشکلات اقامتی که دارن نامنویسی بکنن و اینجا میان. و ما هم دیگه چون آخرین جایی هست که اینا برای ثبت نام میان دیگه ثبت نامشون میکنیم. وضعیت مدرسه سیال هست، اینو میبینه که دانش آموزا نیومد. یک ماه شما مثلا 5 دانش آموزت میره، سال دیگه ماه دیگه 4-5 دیگه میره، 10 تا میره و آخر سال حدود 40-50 تا دانش آموز میبینی که نیست تا پایان سال. امسال متاسفانه بیوجه بعض این اتفاقات بسیار بسیار دردناک که برای افغانستان اتفاق افتاد و این وضعیتی که کشور اینجوری بالاخره افتاد به دست طالبان، عده زیاد مهاجر شدن و موجش هنوز ادامه داره. یعنی با آمدن سرما، با مشکلات فزاینده‌ای که اونجا اتفاق خواهد افتاد، چون بقیه امیدهایی داشتن که ممکنه شرایط درست بشه، بهتر بشه، دیگه بشه اینا و دیگه مردم میبینن که دیگه کارت به استخوان رسیدن، دیگه رها میکنن. خیلی دانش آموزای که امروز شما سر صف دیدید که وقتی من گفتم چند نفر اومده، چند نفرشون تازه اومده، مثلا یه هفته میشه، 10 روز میشه، 15 روز میشه. ما متاسفانه بسیار با راههای خطرناک پر فراز و نشیب و اینا رو تیک کرده میان خودشون رو میرسونن اینجا. ما با این شرایطی وضعیتی که اینجوری هست دیگه گفتیم بچه‌ها رو هر کی اومد ثبت نام بکنید. ما متاسفانه با توجه به اختلاف درسی که بین این تفاوت درسی که بین ایران و افغانستان هست، خیلی از بچه‌ها اونجا و متاسفانه باز هم اینکه در افغانستان آل مدارس خصوصی که بوده کمی باز کیفیتش بهتر بوده، ولی مدارس دولتی به شدت کیفیت آموزش پایین هست و بچه ها اینجا میاد بچه کلاس 3، 4، 5 و ناچارمون کلاس اول دوم بگیریم و به خاطر همین یکی ذلت هایی که تراکم کلاس اول دوم ما خیلی زیاد هست به خاطر این مسئله هست که با اینا رو باز یک تعدادشون سن سالشون بزرگ است، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تا 6 سال، 7 سال از اون کلاسی که باید باشن عقبن. به هر ترتیب چون اینجا جای آخری هست که میان و از اینجا ما پس بزنیم، یعنی دیگه بچه درسش کلان رها کرده. امسال تعداد دانش آموزانی که به مدرسه فرهنگ مراجعه کردند بیش از 3 برابر شده و به دلیل مراجعه زیاد سال تحصیلی این مدرسه هم دیرتر از مدرسه های دولتی شروع شد. من حدود دارا میانگین میگیریم حدود 245 تا دانش آموز داشتیم. امسال آخرین آماری که من گرفتم فکر کنم 780 خورده دانش آموز ثبت نام کرده که خیلی هاشون هم جدید اومدن. با گروه روبرو هستیم، با بچه های روبرو هستیم که به شدت آسیب دیدن، آسیب از این جهت که خود جنگ اولین گلوله یک شلیک میشه روح روان بچه ها رو در هم میریزه. اون ترس و وحشتی که در فضای جامعه حاکم میشه، در خانواده حاکم میشه، از تلویزیون میبینن و صدای تیر و تفنگی که میشنون واقعا روح روان بچه ها ویران میشه. و خب مسیری هم که باز آمدن خیلی متاسفانه قاچاق آمدن و با شرایط بسیار بسیار سخت آمدن و در اینجا باز دوباره بچه ها بیشتر آسیب میبینن. با تمام این اتفاقات ناگواری که سر گذراندن یک دریچه براشون باز بشه و اینه که بیان سر کلاس بشینن. واقعا نیاز به این فضا دارن، نیاز به این آرامش دارن که ما تلاش کردیم که این عدل فضا و این آرامش براشون فراهم بشه. خیلی از بچه ها دیر ثبت نام کردن. خب ما خیلی موندیم که حالا مثلا تا گفتیم تا آخر شهریور مثلا ثبت نام بکنیم، دیدیم که داره هی سیل داره بچه میاد. سال تحصیلی رو ما دیگه اون که مثلا آغازش اینجاست پایانش اینجاست به نظرم کلا جابجا میشه و ما در این اتفاقاتی که پیش اومده ما فکر می‌کنم که سال تحصیلیمون تا تابستان تا وسط تابستان هم طول بکشه و ما در این زمان کم
تلاش میکنیم که دیگه بخش عمده این آموزش بچه ها بدیم و تاکید ما تنها روی کتاب های درسی نیست برای بچه ها و ما یه هرچی زمان میگذره سعی میکنیم که بیشتر کار بکنیم با روانشناس، دوستان روانشناس زیادی کنن، دوستان نفر روانشناس ما داریم، بچه که آسیب دیدن با اینه که یکی میان صحبت میکنن، حرف میزنن با این وضعیتی در هم بر همی که بچه ها اومدن و مهاجرت شکل گرفته دیگه فعلا تعدادی نتونستن وارد مدارس دولتی بشن و امیدوارم که همین بخشنامه که امسال برای بچه ها صادر شده بود برای آموزش بچه ها سال دیگه باز دوباره تکرار بشه، چون خیلی خیلی بخشنامه خوبی بود. خیلی من دیدم که اکثریت بچه ها میتونستن برگه رو بگیرن وارد مدارس بشن. موسوی میگوید در سالهای گذشته تعداد بسیار زیادی مدرسه خودگردان در کشور برای تحصیل دانش آموزان اتباع فعال بودند. بعد از فراهم شدن امکان تحصیل آنها در مدارس دولتی، تعداد مدارس خودگردان هم کاهش پیدا کرد و کم کم تعطیل شدند. اما حالا به دلیل موج جدید مهاجرت از افغانستان ممکن است این مدارس دوباره فعال شوند. در سالهای دور مدارس خودگردان خیلی زیاد بودند. 380-390 تا مدرسه من خودم مثلا با مستقیم آشنایی داشتم که خوشبختانه هرچی شرایط برای آموزش بچه ها در ایران بیشتر فراهم شد این بچه ها تونستن وارد مدارس دولتی بشن و این مدرسه خود به خود تعطیل میشد، چون گفتم اینجور مدرسه ما و خیلی مدارس مشابه ما الان خوشبختانه که مدرسه ما که مجوز داره ولی خیلی مدارس دیگه که این مجوز نداشتن با فراهم شدن شرایط ورود بچه ها به مدرسه دولتی دیگه خود به خود اصلا فعالیت اونا موضوعیتی نداشت و بچه ها میرفتن مدارس دولتی و خودشون تعطیل میشن. اما در من همین امسال و پارسال خیلی زیاد از مدارسی که قبلا تعطیل شده بودن دوباره مدیراشون به من زنگ میزنن که آقای مصاحب ما کتاب درسی میخوایم، من نمیدونم چیکار کنیم، میز نیمکت میخوایم فلان اینا، که اینا رو باید نشون میده که با این شر موج جدید مهاجرت که شکل گرفته باز دوباره این نیاز به این مدارس احساس میشه و دیگه امیدوارم که با برنامه‌ریزی هایی که الان داره در آموزش پرورش میشه. من یک دو سه هفته پیشم جلسه داشتم اونجا و خیلی در تلاش بودن که ما بتونیم تمام دانش آموزانی که بازمانده از تحصیل لاغل برای سال جدید پیش رو بتونیم اونا رو وارد جذب مدارس بکنیم. کودکی که در مزار شریف هست من اونم ایرانی میدارم، کودکی که در قندهار هم هست، کودکی که در غزنین هست، کودکی که در نمیدونم هرات هست، کودکی که در کابل هست، کودکی که در سیستان هست، کودکی که در تبریز هست، کودکی که در لرستان هست، خوزستان هست، همه اینا من ایرانی میدونم واقعا، چون اینا همشون ریشه هاشون یکی هست. با هم بیا بسازیم فردای دیگری را، با صلح و مهربانی دنیای بهتری را. ماها با هم دیگه فردای پر از شادی و صلح میخوایم با هم دیگه بسازیم.